به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولی ها و سرداران، در یک حرکت همه با هم یک صفت دارند و آن دزدی است. دزدی اسلامی از رهبر گرفته تا اکبر، سه تا طویله اسلامی، ریش در ریش، عمامه در عمامه، دزد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، کلاه در کلاه، دزد، رئیس جمهور، دزد وزرا، دزد قاضی، دزد کشور، دزدان، دزدان دینی، دزدان با اجازه الله، دزدانی که الله طرفدارشونه، دزدانی که الله مشوقشونه، برای اینکه اینا پایه اسلام نیاب محمدی رو برای الله زنده نگه می‌دارن، پا بر جا نگه می‌دارن، نمی‌ذارن کرکی به این بیزه اسلام بیفته. الله آسمانی از اینها حمایت می‌کنه، بهشون اجازه میده خانم فروشی بکنن، بهشون اجازه میده حوری خونه درست بکنن در زمین تا مردم تمرین کنن که وقتی به خونه، به حوری خونه الله وارد میشن بدونن چیکار کنن. بهشون اجازه میده خانم فروشی کنن به اقصا نقاط دنیا، بهشون اجازه میده دروغ بگن، بدزدن، قاچاق کنن. الله زیرزمینی که بعد از محمد درست شد، که محمد الله آسمانی رو درست کرد، الله زیرزمینی بعد از او درست شده 200 سال بعد، اون از ترس خلیفه در رفت تو سرداب که یه روزی بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. قدرت خدایا، با قدرت خدا همه چی درست میشه. جای صمد خالی، این بسته های فیلم صمد رو بخرید، بچه ها زبون فارسی خوب ازش یاد میگیرن. کسانی که بچه های در سن مثلا 5 تا 10-12 ساله دارن، به خصوص خودتون هم لذت میبرید. حالا امروز اتفاقا یه بحثی من راجع به همین فیلم هایی که چرا این فیلم ها رو عرضه میکنم. اون الله زیرزمینی جای دیده نشده، ولی آخوندها تای چا که میرن میبیننش. اون الله زیرزمینی براش چا میزنن تو بری کاغذ بندازی توش. اون الله زیرزمینی براش قصه ها نوشتن، میاد با 300 نفر این 6 میلیون نفر رو میکشه بر پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که راست میگن. ما که فکر نمی کنیم، ما فقط میشنویم، ما گوشمون مرکز قضاوت وجودمونه، چشممون مرکز قضاوت وجودمونه. مغز به چه درد میخوره؟ چرا فکر بکنیم؟ فکر آدم خسته میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها. بریم بخونیم بفهمیم آخرش که چی. همینجوری خوبه دیگه.
پس بنابراین وقتی با چشم قضاوت میکنیم آخونده که صابونش رو تایی چاه خورده اومده کاغذانشون ما داده میگیم با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اول برم سراغ ببخشید دو روز یک مریضی اومده سراغ ما، سعیم میکنیم که اونو با خودمون رو ایر نیاریم، ولی به هر صورت میاد. دوستی که اصرار داشت من از فیلم های کسانی که با حکومت دینی دست تو دست هم گذاشتن تعریف کنم و نه از حکومت آدمایی مثل محمد علی فردین که از دست این حکومت دق کرد، یا ناصر ملک‌مطیعی که در سن 78 سالگی الان نشسته بعد زندگی میکنه، زندگی که اون زندگی خودش نیست، و یا پرویز صیاد که مجبور شد جلای وطن بکنه و بیاد اینجا. هنر هیچ جا پنهان نمیمونه، اینجا هم از هنرش همه دارن استفاده میکنن. به جای اینا من برم از کی تعریف بکنم؟ ببینید، پایه ی هر فیلمی سناریوس. در کشوری که آزادی فکر کردن نباشه سناریو خوب در نمیاد. تمام این فیلم هایی که اونجا توقیف میکنن اینجا نشون بدن، از اول قرارشون با تهیه کننده و کارگردان این بوده که ما اینو اینجا توقیف میکنیم، شما اونجا نشون بدین، ما بگیم در مملکتمون آزادیه. اینا دستاشون تو دست هم دیگه است. از نظر من خود فروختن ممکنه استثنا توشون پیدا بشه، من نمیشناسم. من راجع به اون کسایی که میشناسم صحبت میکنم. به همین دلیل اینجا یادداشت گذاشته بودم که بگم راجع به فیلم ها صحبت بکنم. اگر یادتون باشه موقعی که نفت تو اوجش بود، 145 دلار بود، گفتم دوستان یه وقت گول نخورید برید نفت بخرید، این نفت سرازیر میشه. چون من خودم یک روزی یه گرفتاریای پیدا کردم و خیلی پول باختم. تجربه ما به شماها گفتم، اونایی که گوش کردن، اونایی که فکر میکردن نفت میره به 180 دلار میرسه و رفتن خریدن ضرر کردن. یه روزی گفتم بی خودی پولاتون رو تو دبی نریزید. چند تا از دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و آدم های بسیار خوبی هستن، یکی دوتشون به منم کمک میکنند، به من گفتن نه بابا اینجا اون قدا که میگن بد نیست. من تجربه خودم رو میگم، اون چیزی رو که تو بیروت دیدم تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. یه وقت راجع به مصدق که حرف میزنم تجربه شخصیمو میگم. بیروت رو دیدم، کویت رو دیدم، ایران رو دیدم، عراق رو دیدم، و اگر قیمت این تیکه ملک در زمین در امارات باشه 10 درهم، در هر کدوم از شهرهای اونجا یه بمب منفجر شه، یه دونه انتحاری، این میشه 1 درهم. بعد کشوری است که قانون نداره، قانونش رو شیخ تعیین میکنه، شیخ دستور میده این کار رو بکنی، شیخ دستور میده اون کار رو بکنید. نه از امارات بدی میگم نه خوبی میگم، هر کاری میکنید مثل همه کارهای دیگه فکر بکنید. شما اگر در امارات هر چقدر پول بذارید
از نظر من فرقی نمی کنه. اگه همه پولاتونم بکشین بیرون، از نظر من فرقی نمی کنه. چه بسا اون آقایی که یه مقداری پول از ایران برداشته رفته اونجا اصلا دشمن من باشه، بازم فرق نمی کنه، هموطن منه. ما زمینه دوست و دشمن رو نمیشناسیم. ما یک چیزهایی رو با هم ببینید. الان مردم ایران که همه سر هم کلا میذارن در یک چیز مشترکن، همه از این حکومت دینی بعدشون میاد، همه میخوان یک کاری بکنن. یه وقتی بود 5-6 سال پیش، هی مردم رو میبردن این ور اون ور، مثلا میگفتن بریم پارک ملت. قبل از مردم حکومت، آدمای حکومت تو پارک ملت بود. همون وقت من میگفتم یه کاری باید بکنن، که چون من معتقد نیستم تمامی آدمهایی که به دستور حکومت میرن اونجا موافق این حکومتن. اینها دارن نون این حکومت رو میخورن، و اگر یک فکری به کلشون بیاد که این حرکتی که داری میشه حکومت رو براندازی میکنه، بلا فاصله میچرخن میرن قاطی حکومت. این خاصیت ما ایرانی هاست، خاصیت خیلی از مردم دنیا است. و شماها ببینید، الان همین کاری که آقای همایون میکنه نهضت ما هستیم. وقتی میگه دم نونوایی ها جمع بشید، چقدر نونوایی داره ایران؟ حکومت نمیتونه در هر نونوایی 300 نفر آدم بذاره. دو نفر آدم اونجا کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه وقتی 200 آدم بره اونجا، اون دو نفر کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، من اینو که دارم میگم اینا فکر ها، نفکر کنید من دارم رهبری میکنم، لیدرم، من کاری نیستم، فکرمو دارم با شما در میون میذارم. یکی از روزهای سرنوشت ساز برای حکومت دینی چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جلوی مردم نمیتونه وایسه، حکومت. و هیچ وقت ما رهبری نداشتیم که بیاد از این چهارشنبه سوری استفاده کنه، که بگه که من این چهارشنبه سوری رو میام از این حرکت خودجوش مردم بهره گیری میکنم و کاری انجام میدم. این کار باید حساب شده باشه، بعد وضعش طوری باشه که وقتی حکومت هم حتی سرنگون شد، پشتش تازه کارها شروع میشه، از اونجا به بعد کار باید شروع بشه، نه ملوک و توایفی بشه، نه اینکه همه بریزن به هم دیگه، نه اینکه همه بیان همدیگر رو قلقم بکنن. سازمان میخواد، نظارت میخواد. اینا که دارم میگم، میگم اگر جایی بود، حکومتی بود، لیدری بود، دستگاه رهبری بود، میومد مثلا روز چهارشنبه سوری 10 تا گروه 100 نفری یا 20 تا گروه 100 نفری درست میکرد، اینو پخش میکرد توی جاهایی که خودش میدونه. نه اینکه مثلا اگه 2000 نفر 3000 نفر آدم داره، این 3000 نفر رو ببره فقط یه جا بذاره، چون این 3000 نفر اگه یه جا بذاره اونا 30000 نفر میارن. اما این 100 نفر 100 نفر از جان گذشته ای باشن که اگه حرکت کنن یهو مردم پشتشون میان. مردم منتظرن، مردم تشنند، مردم به دنبال حرکت میگردند، مردم کارت به استخونشون رسیده.
نه تنها فکر کنید مردم بیرون، مردم سپاهی، مردم بسیجی نون ندارن بخورن، برای اینکه از این دزدا هیچ چیز یاد نمیاد. اون جوونی که رفته بسیجی شده، رفته خرج ماهش دراره و مجبور اون کار رو بکنه. اون کسانی که دل میسوزونه، ببینید چون دولت دل برای کسی نمیسوزونه، یه عده‌ای هستن مغزشویی شده مذهبی هستن، من با اونا کاری ندارم، ولی همه مردم ایران مغزشویی شده مذهبی نیستن. زندگی باید بکنه، تو اون کشور باید زندگی بکنه. همه آدمایی که تو وزارت اطلاعاتن همشون آدمای بدی نیستن، یه عده‌شون جا زندگی بکنن. چون من یادمه ساواک وقتی که بود، خیلی هاشون رو من میشناختم، آدم های بسیار خوبی بودن. یکیشون همسایه من بود، یعنی مستأجر من بود، اداره هشتم کار میکرد، آدم تحصیل کرده، آدمی که یه مورچرم نمیتونست بکشه، ولی خب اومدن هیولایی ساختن از ساواک که اونجوری شد. یه مقداری استراتژی آدم باید داشته باشه. فرض کنید یه آدم این لیدر که اگه اینجا هست، باید بدونه چی کار میخواد بکنه. من اگر بودم یه وقتی، بهترین روزی که انتخاب میکردم چهارشنبه سوریه، چون چهارشنبه سوری جلوی مردم عقب میکشه. از درگیری نمیترسم. میدونی چرا؟ برای اینکه اون روز حکومت از مردم شکست میخوره و اگر گروه منسجمی باشن این شکست رو ادامه میدن تا اونجایی که دلشون میخواد میرن. حالا چطور شد که اینو گفتم؟ همفکری آدم ها. گفتم من یه ایرانیم، یه ایرانی دیگه میخواد دوست من باشه، میخواد دشمن من، دلم نمیخواد پولش به هدر بره هر کجای دنیا که هست. به این دلیل به دنبال این همفکری هستم و اون چیزی رو که عقلم میرسه، اون تجربه‌ای که به دست آوردم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که من شما رو گول میزنه رادیوهای خارجی هستن. هیچ کدومشون به نفع من و تو کار نمی کنن. هیچ کدومشون دلشون برای من و تو نسوخته. شما ممکنه اونا را از رسانه های خودشون یا از رسانه های ایرانی بشنوید، ولی امکان نداره که منافع دو تا کشور با همدیگه یکی باشه. این دو تا کشور یکیشون باید ببره، یکیشون باید ببازه. پس بنابراین فکر نکنید هر صدایی که از بیرون اومد اون صدا راحت میتونه به شما بگه. ببینید من دیروز یک یادداشتی را از بی بی سی براتون خوندم. در افغانستان وقتی رفته تهران یه چیز دیگه شده، این مال سایت تابناکه. مدعی پیغمبری با قرآن تحریف شده در انتظار اعدام. قرآن تحریف نشده، یکی از بهترین ترجمه های قرآنه، منتها در حکومت دینی همه باید دروغ بگن. اعدامی هم تو کار نیست، 20 سال بهش دادن، رفته تقاضای فرجام کرده که کمش کنه. مدعی پیغمبری هم نبوده. دیروز براتون گفتم که یارو گفته مثل این که فرشته ها این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن، اینو فوری اومده اینجوری کرده. میگه سرویس بین الملل تابناک انتشار یک ترجمه جیبی از قرآن تا کنون به دستگیری 6 نفر در افغانستان منجر شده. 2 نفر دیگر هم در خطر مجازات مرگ قرار دارند.
این افراد متهم به تحریف قرآن بوده و سرنوشت آنها روز یکشنبه در دادگاه مشخص خواهد شد. به گزارش Associated Press، این ترجمه نخست در میان کتاب‌های یکی از مساجد بزرگ کابل پس از نماز جمعه‌ای در ماه سپتامبر 2007 یافت شده بود. ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های افغانی که یادداشتی درباره اجازه تکثیر آن به صورت رایگان همراه داشت. اصلا افغانی نیست. صفحه اول این کتاب میگه تلویزیون آزادی اجازه دارد هر تعداد از قرآن ترجمه روان مرا به طور رایگان یا هر قیمتی که میخواهد چاپ و منتشر کند. ارادتمند همه پاکان جهان بختیاری نژاد. ببینید وقتی یک خبرنگار آخوند میشه اینجوری خبرها رو میده. بر پایه گزارش منتشره عده‌ای در این مسجد به این نتیجه میرسند که این قرآن برای افغانهایی که عربی بلد نیستند مفید خواهد بود. نکته اصلی همینه. از روحانی این مسجد خواستار انتشار آن میشوند. وی نیز از یک دوست قدیمی خود به نام احمد قوس ظلمای درخواست می کند که آن را تکثیر کند، اما با پخش حدود 1000 جلد از این قرآن در میان روحانیون مسلمان کابل در آغاز اعتراضات به صورت زمزمه بوده، سپس گسترش می یابد. بسیاری از روحانیون این قرآن را به دلیلی که متن عربی را در کنار ترجمه ندارد رد کردند. روحانیون ادعا کرده بودند که ظلمای 54 ساله ادعای پیامبری نیز کرده میخواسته از تا این کتاب را جایگزین قرآن کند و هدفش تنها ارائه یک ترجمه ساده نبوده. ببینید چقدر بی همه چیزه. هر فوشی به این آدم بدی میچسبه. چون بی بی سی با همه حرامزادگیش اصل حقیقت رو نوشته بود. Associated Press می افزاید اعتراضات به اندازه گسترش یافت که پلیس ظلمای را به همراه 3 تن دیگر هنگام فرار به پاکستان بازداشت کرد. ناشر این قرآن ترجمه شده به همراه یکی از روحانیون مسجدی در کابل نیز در پی این اقدام بازداشت شدند. اکنون مقام‌های دادستانی خواستار اعدام ظلمای و روحانی متهم به همکاری با وی شدند که حدود 1 سال از زندانی هستند. تا کنون کسی حاضر به دفاع از این افراد این حرف مزخرف میزنه همشون. در آغاز ناشر کتاب به 5 سال حبس و ظلمای و روحانی مسجد نیز هر کدام به 20 سال محکوم شده بودند، اما در مرحله تجدید نظر خواستار اعدام آنها شدن. اینم دروغ میگه. در همین جلسه ظلمای خواستار بخشایش خود از سوی دادگاه شد. چیه این کار که انقدر آدم ها چجوری میشه به خصوص در فقه شیعه دروغ رو علنی میگن؟ یک دونه فیلم دیدم از یه یارو، یه روزی من از قیافه این خوش آمده بود، مثل جاهلا صحبت میکرد اینا، بعد فهمیدم اسمش دانشمنده، برعکس دهن نام زنگی کافور، و از نماینده علی شیرهیه. روی یوتیوب یه فیلمی از این هست که همه سنیای دنیا رو متهم به حرامزادگی میکنه و دلیلش هم از عمر و ابوبکر بد میگه و روی اونجا همچون مرتب این دوتا رو حرامزاده میدونه. محمد ابن عبدالله، معرف حضورتون هست، پیامبر اسلام اسمش محمد ابن عبدالله بود، 10 نفر رو گفت بهشت بر اینها واجبه. اسم این 10 نفر رو در عربی میگن عشره مبشره.
این 10 نفر رو من براتون میخونم. ده یار بهشتی، 10 نفر از اصحاب رسول که پیغامبر به آنان بشارت بهشت داد و آنان عبارتند از علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف، رضوان الله علیهم اجمعین. این 10 تن عرشره مبشره می باشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده اند. این از لغتنامه آناندراجه. و راوی این خبر سعید ابن زید ابن نفیل است که خود یکی از آنان بوده است. محمد ابن عبدالله که خواهر عمر زنش بوده، علی ابن ابی طالب که دخترش زن عمر بوده، اینها همه نفهمیدن که عمر آدم بدیه. در خیلی از روایات میگن وقتی که عمر جمله ای میگه، بعد به توسط جبرئیل اون جمله از طرف الله میاد. یه همچی شخصیتی بوده عمر در دین اسلام و در پاگیری دین اسلام، و اگر عمر نبود اسلام به صورت امروزی نبود، یا ابوبکر اگر نبود همچنین. و این مردکه میره اون بالا میگه عمر حرومزاده است، نمیدونم ابوبکر حرومزاده است، هرچی سنی تو دنیا حرومزاده است، فقط این مادر به خطا حلالزاده است، علی شیره‌ای مفعول حلالزاده است. من کاری ندارم از سنی ها دفاع بکنم چون به من مربوط نیست، ولی شر به پا کردن این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. تو وقتی که به عمر توهین میکنی به محمد ابن عبدالله توهین میکنی، یعنی محمد ابن عبدالله شعور نداشت، نمیفهمید عمر کیه و او رو از نزدیکان خودش و از عشره مبشره نمیدونست. تمام مشورت های محمد ابن عبدالله با ابوبکر بود. علی ابن ابی طالب در خدمت عمر و ابوبکر کمک میکرد برای پیشبرد دین اسلام. دروغ گفتن کاری نداره، خیلی راحت میشه دروغ گفت. ببعی هم اونجا نشسته و گوش میده. کسی حق خوندن نداره، کسی حق مطالعه نداره. این طرف قضیه آقایون فرمان روایان چپ هنوز میگن انقلابمون، همین کثافت رو قبول دارن به عنوان انقلاب. ببین اونا چقدر بعدشون خرابه. همین چند روز چپ پیش بود فرخ نگهدار دیدم صحبت میکنه، از رو نمیرن این آدمو. خان بابا تهرانی صحبت میکنه، از رو نمیرن. مثل این که حتما آخوند نباید پر رو باشه، سیاست مدار هم باید پر رو باشه. من وقتی این رو دیدم باور کنید تعجب کردم، گفتم که این کار خب این رو هی این مرون ورد بعد ترجمه میشه. بعد دیدم که یک آقای که اون مثلا سنی مذهبه، اون اومده
عکس قضیه رو داره میگه، به اون حقیقه اون دو تاریخ رو میگفت، اون فوش هم نمیداد، سنی فوش نمیداد. نمیدونم شیعه چی گرفتاری توشه. خیلی هم افتخار میکنن چون فکر میکنن بین این بیشتر از 6 بیلیون جمعیت دنیا فقط تحفه تافته جدا بافته همین شیعه ها هستن. هوری خونه رو فقط واسه اینا درست کردن، بقیه مردم دنیا تو جهنم هن. همه یه سعی مسلمانان هم اینه که برن تو هوری خونه. خب برای وارد شدن به هوری خونه مغزت باید از کمر به پایینت باشه، چون این بالا کاری نداره مغز، مغز باید اون پایین باشه. نمیدونم یه گرفتاری های عجیب و غریبی بین زندگی هست. آدم هرچی فکر میکنه به جای نمیرسه. دو روز من بیش خودی سر شما رو درد میارم، بسیارم برم با دوستان زندگی کنم. میگه من بابک هستم، 24 ساله از قم. مطلبی را میخواستم به عرضتان برسانم، شاید در جهت تلاش های شما در جهت روشن کردن نسل جوان مفید باشد. من در قم به دنیا آمده در معدن تعصب و خرافات بزرگ شدم. من که مطالعات دینی زیادی داشتم همه حرفای شما را میفهمم، ولی یک مشکل وجود دارد و آن که متاسفانه نسل جوان که زیاد آگاهی از دین ندارند، وقتی حرف از معنویت میشود آن را در این دزدان و آدم کشان مدینه جستجو میکنند. خواهش میکنم این مسئله را برای نسل جوان باز کنید که مثلا با توسل به علی، البته ایشون جوری که نوشته من نمیخوام، من خیلی ملاحظه میکنم، نوشته علی رو نوشته آدم کش بزرگ، توهینم نیست، این کار رو میکرده، اما من نمیگم. با توسل به علی نمی توانند به معنویت برسند. بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم. امیدوارم این جامعه خوابالود روزی متوجه این ننگ تاریخی که به ملت ما تحمیل شده است بشوند. بعدشم یه مقداری تعارف کردن با اسلامیون. یک شعری آقای هادی خورسندی گفتند، این شعر رو من آوردم، حتما آوردم. بله همین دستم اصلا. میگه آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود اصلاح طلب بود، وان کس که فریبا و ریاکار و جلب بود اصلاح طلب بود. شیخ خندان و فریبا خاتمی رو قشنگ آورده. آن کس که به دانشکده ها وعده خوش داد دستور بکش داد، وان کس که سر وعده اش از بیخ عرب بود اصلاح طلب بود. آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند، یعنی گفت لاجوردی یکی از بالاترین و والاترین انسانهایی بود که من دیدم، اون شخص که مرثیه جلاد ابن خواند این بود همین خواند، اون شخص که از هر دو فروهر به غضب بود اصلاح طلب بود. می گفت که تعقیب کند هر که هر چه که جانی است، گفتن تبانی است، مالیده شدن را خودش البته سبب بود. چی بود؟ اصلاح طلب بود. می گفت سر شب ز تسامح ز تساهل و ز صبر و تحمل، فرمانده زندان اوین آخر شب بود اصلاح طلب بود. سر شب از تسامح و تساهل و صبر و تحمل صحبت می کرد، اما فرمانده
زندان اوین خود اون در آخر شب بود. من عکسشو دارم با آدمی که سر تا آویزونش کردن و لینچش کردن، خون ازش داره میچکه. اما استیون خنده اینجوریش داره نگاه میکنه. دیدم که عبای تن او تور سفید است، این مکر جدید است، انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود، اصلاح طلب بود. معقول از آن پیش که آیت سر قدرت، می داشت مروت، گویند که اهل نظر و اهل ادب بود، اصلاح طلب بود. خوش می پلکد باز در این گوشه و آن سو، احسنت به این رو، البته از آخون سماجت نه عجب بود، اصلاح طلب بود. حقا که فراورده او مرد مشنگیست، تشبیه قشنگیست، اون نخل و در این رابطه محمود رطب بود، اصلاح طلب بود. هادی تو چرا این همه سنگین شده کارت؟ طنز است قرارت؟ این شعر تو از طنز تو بد جور عقب بود، اصلاح طلب بود. دعوایی که الان توی ایران مردم با مردم دارن، اصلاح طلب با غیر اصلاح طلب داره، آخر کار سر شما رو کلاه خواهند گذاشت. با امید اون که رهبری پیدا شه برای ایران، یا گروه رهبری برای ایران پیدا بشه، که اگر اتفاقی میفته، اگر گروهی، دسته‌ای، جماعتی این مایه ننگ رو سرنگون میکنند، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده باشند. این رو میخونم و بعد یا آقایی به نام عزیز الله بالدی، یه چیزی حدود 10 صفحه برای من، اینا بیکارن، نمیدونم، شاید چیز میکنن که من خودم بخونم، چون چنین چیزهایی رو نمیشه رو ار خوند. به هر صورت آقای بالدی دفعه دیگه اگه فرستادی یه صفحه دو صفحه بفرست. با درود خدمت شما، چندی پیش در حال وبگردی بودم که به طور ناگهانی با وبلاگی آشنا شدم که خیلی برام جالب بود. شما این همه سال میگید امام زمان وجود نداره و از این جور حرفا، من پیداش کردم، منتهای امام زمان یک کمی با آقا مهدی خودمون فرق داره، ایشون خانم تشریف دارن و بر این باور هستن که الله مدینه به ایشون توسط پست پیشتاز یعنی فدرال اکسپرس یا جبرئیل وحی ارسال فرموده و به عنوان پیامبر ایشان را برگزیدند. شروع به تهدید عالم آدم کرده که اتفاقا یکی از اون افراد تهدید شده شما بودید، بنده بودم. فعلا یه خانمی ما رو تهدید کرده که جبرئیل اومده امام زمانش کرده، حالا حامله نشه نمیدونم، ولی معمولا وقتی از بالا با کسی تماس میگیرن یهو بچه به دنیا میاد و بعد بقیه ماجرایی که میدونید. این امام زمان فرمودن کافیست یک بار اسم شما را به زبان بیاورد تا به عذاب خداوند دچار شوید. یعنی این خانمه یه بار اسم منو به زبونش بیاره که من به عذاب خداوند دچار شم. ای بر پدر و مادرت لعنت اگه اون یه بار این کار رو نکنی. یه کسی که به ما نمیشه بعضی حرف رو زد، یعنی به عبارتی دیگر نمیتوانید به حوری خانه الله بروید. این حوری خونه هم خوب چیزی شده. یه وقت حرف بد نیست این حوری خونه ها، هرچی مربوط به الله باشه بد نیست. مثلا خانه عفاف چون ربطی به الله داره جای خوبیه. اگه مثلا اون وقتا
شهر نو می نوشتن بالا شهر نوی اسلامی، یا آخوندم اونجا حق و حقوقشو می گرفت، هیچ گرفتاری نبود. حق و حقوق الله توسط آخوند اگه گرفته باشه راجع به هر چیزی، همه چیز درسته. یارو دزدی می کرد، می رفت سهم الله رو می داد به یه آخوند، بعد پولش پاک می شد. تو هر کار بدی میتونی بکنی، سهم الله رو بدی، کار درست بشه. من امروز بذار این تموم شه، کتاب دم دستمه، یه چیزی داستان ایوبو که دیروز گفتم، یکی از دوستان که تلفن کرده بود حرف جالبی زد. این حرفو باید کامل بگم، نمیتونم خورده خورده بگم و رد شم. این امام آها به حوریخانه، دیگه نمیتوانید به حوریخانه الله بروید و باید در جهنم با دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده و تا سالیان سال زندگی کنید. البته این امام زمان داره به شما لطف میکنه، چون بهشت فکر کردید که چه خبره، هی برو حوریخانه شراب بخور، هی برو حوریخانه شراب بخور، هی برو حوریخانه، منظور برو حوریخانه یه حرفای بدبدیه که خبر مرگش مستت هم نمی کنه. آره گفت گفته آبهایی در اونجا هست که مستت نمی کنه. علی ساقی کوثره، اگر علی ساقی کوثر باشه من زهر ترک میشم که یه لیوان عرق بخورم. آخر شب هم اگه بخوای با کسی حرف بزنی فکر کردی هم صحبتت کیه؟ همون آخوندهای بوجندو. وقت صحبت چی بهشون بگی؟ یا چه چیزی ازشون بخوای یاد بگیری؟ واقعا جهنم خیلی بهتره. پس فعلا من رفتم آقای فاضلی برم اسمم رو تو لیست نفرین شدگان بدم تا کسی جامو نگرفته من جامو از دست ندم. و اما دوستی که راجع به ایوب گفته بود، در تورات و بعد در قرآن هم این مقداری نقل شده، قصه ای هست که یکی از بندگان خیلی خوب و صالح یهوه توی مکالمه بین الله و شیطان، آخه اینا آخر شبایی که کارشون تمام میشه میشینن با همدیگه بحث میکنن، یه میز دارن میشینن این برابر بحث میکنن، الله و شیطان رفیقن. الله یا یهوه به شیطان میگه که ببین من بنده اونجوری هم دارم، تو توی اون هیچ جوری نمیتونی وارد شی. میگه تو اجازهشو به من بده من وارد شم، ببین چی از این بندت میسازم. وارد زندگی ایوب میشه با اجازه یهوه، زنشو، بچهشو، ثروتشو، خونهشو، زندگیشو، همه چیزیشو ازش میگیره. باز این ایوب میگه الهی شکر. من هر وقت قصه ایوب رو میشنوم یاد یارو میفتم، رو درخت بود و شاخه درخت شکست، افتاد اونجایی که این افتاد یه چاه بود، رفت تای چاه، تای چاه یه چوب اینجوری بود، این نشست روی چوب و چوب رفت تو بدنش، گفت الهی شکر. نفر رد شد گفت آخه شاخه شکست، اونجا چاه بود، این اتفاق الهی شکرت مال چی بود؟ گفت ببین خدا اون سوراخ رو ساخته، اگه اون سوراخ نبود حالا این چوب چیکار میکرد؟ ایوب هم یه همچی آدمی بود، هر بلایی به سرش میمد بچه ها شب بمیورن تا آخرش جزام پیدا میکنه، خوره پیدا میکنه، خاک سرنشین میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه، فلک زده میشه. و خدا شیطون هر شب شرط بندیشون رو میگفت، دیدی؟ میگفت حالا فردا ببین چیکار میکنم. زنش ازش گرفتی؟ بله. حالا ببین فردا چیکار میکنم. حالا ببین دیروز که میگفتم من باورم نمیشه، آخه این خدا نیست، این دیوونه است، این مخش خرابه. که یه آدم سالم و سلامت و شاکر و همه چیزو بده دست شیطون، شیطون بره همه این بلاها رو سرش بیاره که بعد از همه بلاها اون بگه الهی شکرت. همین
این خدا عقده ای، این خدا مریضه، این خدا بدبخته، این خدا بیچاره است. توهین نمی کنم به خدا، با مغز این حرفا رو می زنم. آقای الله که همیشه پخته خوره، مثل همین جمهوری اسلامی که هر کی هر کاری کرده گفته مال منه، در همین ماجرا در سوره انبیا، یعنی سوره پیامبران، میگه در سوره پیامبران آیه 83: و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد، به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. الهی شکر شد. در 84 دعایش را اجابت کردیم، دست شما درد نکنه، و آزار از او دور کردیم و خوانندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانیدیم و این رحمتی بود از جانب ما تا خداپرستان همواره به یاد داشته باشند. یه روز، یه ماه، 6 ماه، 1 سال، این بدبختی هایی که ایوب کشیده تو اونش کی باید بده که یهوه با شیطان شرط بسته بود؟ البته اینجا الله میگه من بودم، یهوه نبود، چون محمد یه مقدار کمی از این ماجراها میدونسته، هیچ وقتا فکر نمیکرده که خب آخه یه روزی یه کسی میاد میگه که مگه خدا مرض داره که میره با شیطان شرط میبنده. در سوره صاد 241: از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. ایوب اشتباه میکرد، شیطان نکرده این کار رو، به امر یهوه شیطان این کار رو کرده، با شرط بندی این کار انجام شده و الله اومده مال خود کرده. پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شستشو و این آبی سرد برای آشامیدن. پاتو بزن زمین چشمه وا میشه. البته قدیما میشد، حالا هر چی پاتو بزنی زمین چشمه وا نمیشه. باید مثلا 50 سال پیش باید مغنی میوردی، حالا درل باید بیاری، بعد بهت میگن که چند متری این زمین آب هست و اونجا رو سوراخ کنی و آب در بیاری. شانسی هم نیست. به او و خانوادهش و همچند آن از دیگر یاران را اعطا کردیم و این خود رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی. اگر من خردمند بدونید، اندرز مزخرفی بود. نا آیه های قرآن دارم براتون میخونم. یعنی یه کسی اون بالا بشینه با شیطان شرط ببنده، بچه های یه آدمی رو بگیره، زنش رو ازش بگیره، خون و زندگیش رو بگیره، ثروتش رو بگیره، گاو و گوسفنداش رو بکشه، خودش رو به خوره و جزام مبتلا بکنه که این همه بدبختیاری که میکنه بگه الهی شکرت، اونی هم که گفته الهی شکرت دیوونه بوده. مگر اینکه ببعی باشی. در آیه 44 آیه ها که خوندم، سوره صاد از 41 تا 44: دسته ای از چوبهای باریک به دستت به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن، او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره روی به درگاه ما داشت. چه نیکو بنده ای بود ایوب. این بوده. شما به من گفتید چرا ایوب رو قبول ندارید؟ به همین دلیلی که براتون خوندم، به همین دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی حق نداره با یکی دیگه شرط ببنده. الله میخواد باشه، یهوه میخواد باشه، هر کی منو آزارم بده. علی خامنه ای هم همین کاری رو میکنه که الله کرده، مردم رو میگیره زندانی میکنه، آزارشون میده تا بگن زنده باد علی خامنه ای. الله هم یارو رو اینجوری کرده که گفته هر بلایی سرت میاد باید بگی زنده باد الله، یا یهوه بگی زنده باد یهوه.
این از کتاب داستان‌ها و قصص قرآنی که قصه های تورات رو که تورات از قرآن دزدیده، چون قرآن اول بود بعد تورات اومد. قرآن در لوح محفوظ بود، این تورات از رو قرآن رو لوح محفوظ نوشتن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، هر کدومتون دلتون میخواد خودتون رو با این قصه ها مشغول کنید، هر کدومی که دلتون میخواد، هر راهی که دلتون میخواد برید، هر سفره‌ای که دلتون میخواد بندازید، هر مال مردم خوری که میخواد بکنید، برید سهم آخوند رو بدید که حلال بشه، دزدی بکنید سهم آخوند رو بدید حلال بشه. اما اگر خواستی فکر بکنی، کتاب بخون. من سعی کردم، گشتم، کتاب‌های خوبی برات پیدا کردم. برو در سایت www.rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org. هم کتاب هست که بخونی، هم کتاب هست که سفارش بدی. تو که از اینترنت استفاده می‌کنی، این اینترنت خرج داره. دوست عزیز من، کمک کن این اینترنت سر جاش باشه، هر روز بتونیم بهره‌گیری رو بکنیم. بیایم عادت کنیم دست جمعی کار بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم که یک کاری رو جلو ببریم، نه اینکه پخت خوری بکنیم، بگیم حالا که این هست میخوریمش، فردام خدا کریمه. نه، خدا کریم نیست. خدا شرط میبنده پدر صاحب بچه رو در بیاره. این قصه هایی که واسط گفتن دروغه. کمک کن نسل آیندت خوب تربیت بشه، کمک کن که زندگی ایرانی ها در آینده بهتر از این باشه، کمک کن که این رنسانس فکری در خاورمیانه از ایران شروع بشه. وقتشه، زمینه آماده است، مردم آماده یادگیری هستند. نترس. میخوای بترسی؟ بترس. یواشکی کمک کن، چون در اشاعه این خرد تو هم سهم خواهی داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.